سلام، خب من به نظرم شروع کنیم. ببخشید بچه ها، من کامنت ها رو بستم. بحث رو شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دعای ابو حمزه ایم. عرض کردم هر کجا الحمدلله دیدید، الحمدلله الذی، میخواد بگه خدا از نظر اهل بیت این مدلیه. حالا شما به منطق خودت نگاه کن ببین خدا جور دیگه باشه، خدا میتونه باشه یا نه. هان نظرشون اینه، میگن خدا اونیه که وقتی صداش کنی جواب بده، با اینکه وقتی اون تو رو صدا کرده جواب ندادی. خدا کی ما رو صدا میکنه؟ وقتی بنده هاش ما رو صدا میکنن. منطقی ها، منطقی، وقتی میتونیم جواب، یعنی یک سوال منطقی از ما میشه و ما میتونیم جواب بدیم. من مثلا میرم سر چهارراه، بچه میاد شیشه پاک کنه، میگم این کارو نکن، تا جایی که بتونم اجازه نمیدم این کارو بکنن. اون پولی که به اون بچه میدید خرج اون بچه نمیشه، یه مافیا داره، یه گروهی، یعنی بچه ها رو نمیدونم خریدن، دزدیدن، نمیدونم چیکار کردن، اینا رو جمع کردن میارن سر چهارراه، از اینا بیگاری میکشن. اون پولی که به اون میدی باعث میشه اون بچه بیشتر سر چهارراه وایسه و کاسبی کنه. اینو ما میدونیم، شما میدونید، مسئولینم میدونن، ولی اینکه چرا جلوشو نمیگیرن، نمیفهمم چرا جلوشو نمیگیرن. همونطور که الان یه چیزی را افتاده که آقا تو سایت های شرط بندی پول مردم رو دارن میخورن. اولا که نسخه اشتباه بهت ندن. این اختلاس هایی که این چند وقت اخیر شده هزار برابر این پولایی که تو این قمارها این بچه ها دارن از دست میدن. پس اگه قراره که جلوی هدر رفتن بیت المال رو بگیرین، جلو اختلاس و دزدی رو باید بگیرید، نه که حالا اعلام کنید فلانی دزدی کرد، غلط کرد، دزدی کرد. یه بار، دو بار، سه بار باید ببین باگ قانونت کجاست که میشه ازش دزدی کنی، جلو باگشو بگیری، نه که یکی دزدی کنه بعد بگیرید معلومم نشه پول چی شد. این نکته اول. نکته دوم، اینا از کجا پول میریزن تو سایت قمار؟ از بانکای داخلی میریزن. بعد شما تو بانک داخلی به قول خودتون میلیون ها تومان پول داره میره تو سایت های شرط بندی، خبر ندارید؟ چجوری خبر ندارید؟ چجوری خبر ندارید؟ پس چه کار میکنید؟ این همه نیروی امنیتی پس چه کار میکنه که از بانک ها بیخبره؟ مگه میشه؟ مگه میشه میلیون ها تومان پول از طریق بانک های رسمی کشور وارد سایت های شرط بندی بشه و شما ندونید؟ اگه نمیدونید خب این یه باگ، برید جلو باگشو بگیرید. چهار تا نرم افزار نویس میخواد و آدم میخواد بیاد پیگیری کنه. امکان نداره که این پولا بره تو سایت های شرط بندی از طریق مجاری رسمی بانکی کشور و مسئولین نتونن جلوشو بگیرن. بعد میگم آقا خب پس اگه دنبالید مال مردم بینه رو اونو بگیرید. و بعدم الان این داستان بورس، این مسخره بازی که تو بورس را انداختی، چجوری کسی تو بورس 600% سود کرده؟ رونق اقتصادی مگه هست تو کشور؟ مگه الان مثلا شرکت ها دارن خوب کار میکنن، دارن درآمد بالا دارن؟ این مسئله بورس چیه قضیهش؟ من تخصصم نیست ولی دوستام دارن به من زنگ میزن آقا ما 600% سود کردیم. این نمیتونه منطقی باشه، اصلا نمیتونه منطقی باشه. یعنی به زودی همون داستانی که توی مؤسسات مالی اتفاق افتاد به زودی توی بورس را میفته. خب وایسادید بحران بشه، بعد چیکار کنید؟ بعد یه سری بریزن تو خیابون که آقا مالمونو باختیم و ابه این رفته، مردم هم میرن با 5 میلیون و 10 میلیون و 20 میلیون و طرف خونه شو داره میفوشه، نمیدونم 100 میلیون. یه کسایی هم با میلیارد دارن سود میکنن. اون که با میلیارد سود میکنه قبل از اینکه بورس بخواد بریزه پولشو نقد میکنه میاد بیرون. کی ضرر میکنه؟ باز مردمی که به طمع پا شدن رفتن توی بورس. ولی من یه آدمی مثلا، من یه آدم معمولی ام، اقتصاد نمیدونم، اینو میفهمم 600% سود منطقی نیست. ما هم داریم بیزینس میکنیم، ما هم داریم کار میکنیم تو این کشور، نمیشه 600% سود کنی. پس چه جوریه که تو بورس 600% سود کرده؟ پس یک باگیه دیگه، یه ایرادیه. بالاخره این برجی که درست کردید میریزه، یه عده بدبخت میشن. خب الان برید جلوشو بگیرید اگه راست میگید، اگه واقعا فکر مردمید، اگه نه که مثل بقیه حرفای دیگه تونه که خب باشه. پس آقا اگه سایت شرط بندی مخالفین، از بانکای رسمی پول داره میره، بانکا ببینن کدوم حساب داره پولو میریزه تو حساب این سایتای شرط بندی، خب جلوشو بگیرید. مردم از کجا دارن پول میریزن؟ آسمون که پول نمیریزن که. از بانک رسمی کشور شماره حساب کارت میکشن پولو میریزن تو حساب سایتای شرط بندی. نمیتونید پیدا کنید که جلوشو بگیرید؟ این یه نکته. این همه اختلاسی که شده، باید اولیش که میشد باگ قانونی رو بگیرید، نذارید اختلاس بعدی بشه، نذارید اختلاس بعدی بشه، جلوشو بگیرید. اینا بیت المال داره هدر میشه. این دو نکته.
این داستان بورس به زودی بحران درست میکنه تو مملکت. من آدم عادی دارم اینو میبینم میفهمم 600% سود منطقی نیست. چه بیزینسی توی کشور 600% سود میده که یه عده دارن سود میکنن توی این بورس؟ منطقی نیست این. اصلا منطقی نیست. منطقی نیست که الان میری طلا بخری دلار رو 18 تومن حساب میکنه ولی دلار تو بازار 16 تومنه. بعد یه دلاری داریم 4200، بعد یه دلاری داریم نمیدونم 10 و نمیدونم چقدره. این چه مسخره بازی اصلا؟ خودتون میفهمید چیکار دارید میکنید؟ والا اگه فهمیدید بگید ما هم بفهمیم. به عنوان آدم عادی ما هم بفهمیم چه خبر مملکت. چون ما هم نمیفهمیم، ما هم سر در نمیاریم. ولی میدونیم یه ایرادی هست. تخصص اقتصادی ندارم بگم باگش کجاست، ولی میفهمم اینی که میبینم منطقی نیست. منطقی نیست آقا، ما هم داریم تلاش میکنیم، ما هم داریم زحمت میکشیم اینور اونور، نمیدونم اینو چه میدونم کار بکن، همین داستان اصل، داستان گلفروشی فلان، هزار تا کار داریم میکنیم که یه درآمد منطقی داشته باشیم. این سودا رو نمیفهمیم اصلا یعنی چی یارو 600% سود کرده. بعد الان هر کیو میبینی داره خونه‌شو میفروشه، ماشینشو میفروشه، زندگیشو میفروشه، میره تو بورس. این طمعی که قشنگ عین داستان دلار، عین داستان اون چی بود، مؤسسات مالی، عین داستان یه جاهایی که چی بود، تو همین سهام میفروختن تو مشهد و توی شهرهای جنوب و اهواز اینور اونور سهام، نمیدونم چی میفروختن، مردم خریدن بعد بدبخت شدن، پولشون رفت، کاغذ مون دستشون که هیچ ارزشی نداره، مثل هزار چیز دیگه. خب نمیفهمم چیه داستانش دیگه. من میخوام بگم ما آقا ما یه آدم عادیم، این چیزا منطقی نیست. یکی فکر به فکر باشه. حالا بریم ما تو بحث خودمون، آقا اینا بحث ما نیست، ما یه آدم حالا دیگه ولش کن. بسم الله الرحمن الرحیم. میخواد بگه خدا هر کجا دیدید میگه الحمدلله لذی توی ادعیه، میخواد بگه خدا باید اینجوری باشه. خدا باید اینجوری باشه. خدا چه جوری باشه؟ میگه خدا هر وقت صداش کنی جواب میده، ولو اینکه وقتی اون تو رو صدا کرده جواب ندادی. کی خدا صدات کرده؟ وقتی یه کسی از توی خواهش منطقی داشته. گفتم ما خواهش منطقی که تو هم میتونی جواب بدی. من بچه میاد شیشه رو پاک کنه، تا جایی که بتونم نمیذارم این کارو بکنه. چرا؟ چون میدونم این یه مافیا پشتشه، پول به این بچه نمیرسه. این باعث میشه بچه تو سرما و گرما تو چهارراه وسط دود بمونه. این کمک منطقی نیست. کمک منطقی بشینه که یه قانونی تصویب بشه، یک جرم سنگینی واسه کسایی که این بچه‌ها رو اجیر میکنن بسته بشه، با این مافیا برخورد بشه، یه مراکز انسانی سالم تمیز به درد بخور درست بشه، این بچه‌ها رو ببرن اونجا که بچه هم نره تو مرکز بازپروری. میگن چی بهش میگن؟ پرورش چی میگن؟ همین مرکزی که برای بچه‌ها هست، نره اونجا انقدر بد باشه محیط فرار کنه، انقدر محیطش لاکچری و تمیز و به درد بخور باشه که بمونه، انقدر آدمای متخصص اونجا باشن که این دلش نخواد از اونجا فرار کنه. چجوریه که بچه آقای نمسئولین و غیر مسئولین دارن تو لاکچری ترین مکانهای ممکن زندگی میکنن؟ خب یه مکان لاکچری درست کنید واسه بچهای کارتون خواب، واسه بچهای کار، چه اشکالی داره؟ آقا رای گیری کنید، ملت راضی ان که توی بهترین محیط این بچه‌ها بزرگ بشن که فردا به زهکار نشن، نه که ببری یه جایی این پادگان، تختای پادگانی، بچه دو روز اونجا میمونه فرار کنه بزنه بیرون، باز ببینه محیط بیرون واسش دلنگیستر بوده. نه یه جایی تر و تمیز، یه تخت، هر چی واسه بچه‌ها. آقا ببین برید 90% مسئولین رده 1 و 2 رو بیارید ببینید بچه‌هاشون توی چه امکاناتی زندگی میکنن، همونا رو با این بچه کارتون خوابا درست بکنید. ابیت المال، به خدا اگه کسی ناراضی باشه، کسی ناراضی میشه؟ نه والا به خدا. این بچه ها تو بهترین محیط زندگیشونو بکنن، رشد بکنن، فردا بشن دانشمندایی که به همین کشور خدمت بکنن. مثلا حالا میگه اون وقتی که خدا اونیه که به سابقه تو نگاه نمیکنه، تو وقتی چیزی ازش میخوای جواب تو رو میده، با اینکه اون وقتی که اون چیزی از تو خواست تو جوابشو ندادی. الحمدلله الذی اسأله فیعطینی، میگه من ازش درخواست کردم به من عطا کرد. خدا هم بدون منت عطا میکنه. اگه تا گفتی خدا حاجتت برآورده بشه، انگار یه منتی هم سرت هست دیگه، اه حاجتم برآورده شد، خدای دمت گرم فلان. ولی نگاه کنید همین الان خیلی چیزایی که دارید، دعاهایی که قبلا کردید و فکر کردید مستجاب نشده، ولی خدا مطلب و یه جوری حل کرده که حتی به ذهنت نرسید ازش تشکر بکنی. و جالب اینه که روایت دیدم از منسوب بود به امام باقر ظاهرا، که اگه خدا یاد بنده اش نمینداخت که ازش شکر کنن، هیچ بنده خدا رو شکر نمیکرد. با اینکه شکر نعمت باعث چی میشه؟ افزایش نعمت میشه. یعنی همونم که یادت انداخته شکر کنی، به خاطر اینکه میخواسته سفره رو بیشتر پهن کنه، میخواسته نعمت بیشتری به تو بده، یادت انداخته کمک ازش شکر کنی که نعمت بیشتری بهت بده.
خب میگه و ان کنت بخیلا حين یستغرضنی، میگه من ازش عطا خواستم به من کمک کرد، با اینکه وقتی اون از من کمک خواست من بهش کمک نکردم. کی خدا از تو چیزی میخواد؟ وقتی یه بنده ایش که با تو یک رابطه منطقی داره از تو یه چیزی میخواد. داداشت میخواد دختر شوهر بده سر جهاز لنگی، اصلا لازم نیست زبون باز کنه، اون خدا داره میگه قرض بده، خدا داره میگه قرض بده. اگه این کارو نکردی یعنی خدا خواست تو بهش کمک نکردی. میگه اگه تو این کارم بکنی ولی وقتی تو نیاز داشته باشی خدا به تو کمک میکنه، چون خدا با آدما وقتی روبرو میشه به سابقه شون نگاه نمیکنه. و خدایی ها اینجوری هن، انسان های خدایی انسان هایی هستن که به سابقه افراد نگاه نمیکنن. والحمدلله الذی انادیه کلما شئت لحاجتی، میگه من هر وقت هر کجا صداش کردم برای هر حاجتی بوده صداش کردم. بعد میگه و اخلو بهی حیث شئت لسری بغیر شفیع فیقضی لی حاجتی، میگه اصلا نیاز به کسی نبود که سفارش منو بکنه، من هر وقت صداش کردم خلوت کرد با من حرف زد. من یه بار گفتم وقتی همه ولت میکنن، وقتی همه میذارنت کنار، وقتی تنها میشی، اونجایی که خدا همه رو از دورت ریخته اون بر گفته خودمم و تو، حالا حرفاتو بزن بشنوم، حرفاتو میشنوه، حرف دلت، چون اون وقت حرف واقعی تو میزنی، حرفاتو که بهش زدی دوباره دورتو شلوغ میکنه ولی حاجتتو رو روا میکنه. مدلش دیگه. الحمدلله الذی لا ادعو غیره ولو دعوت غیره لم یستجب لی دعایی، اینا دیشب توضیح دادم. والحمدلله الذی لا ارجو غیره ولو رجوت غیره لاخلف رجائی، والحمدلله الذی وکلنی الیه فاکرمنی ولم یکلنی فلم یکلنی الی الناس فیهینونی، میگه منو واگذار به مردم نکرد که منو خار کنن، با من حساب منو با خودش کرد. اصلا خدا عالمو یه جوری درست کرده که فقط با خدا حساب داری، با هیچ کی دیگه حساب نداری، خودشه، همه اسبابن، همه کار خودشه. پس خارت نمیکنه، ذلیلت نمیکنه، پس خودتو خار نکن، خودتو خار نکن، سرتو پایین جلو دنیا سرخم نکن، سرخم نکن جلو دنیا، کسی کاری نیست. خدا بخواد حفظت کنه حفظت میکنه، همه عالم بخوان بهت ضرر بزنن نمیتونن، سرخم نکن جلو دنیا. خب والحمدلله الذی تحبب الی و هو غنی عنی، میگه منو دوست داره، عاشقمه ولی نیازی به من نداره. عشقش از سر نیاز نیست ها، نه، یه چیز دیگه است. من مخلوقشم، به من نیازمند نیست، به توجه من نیازمند نیست، به کار من نیازی نداره. پس اگه کسی عبادت رو یه جوری واسط تفسیر کرد که انگار خدا احتیاج داره به عبادت ما، خب معلومه اشتباه تفسیر کرده، معلومه درست نفهمیده. مثل این حرفای خامی که تو معارف دینی گفته میشه ها، تو من میگه مثلا یه حرفای خیلی خام، میگه خدا این کارو واسط کرد، تو چرا واسش نماز نخوندی؟ خب مگه نماز برای خدا میخونی؟ چه ربطی به خدا داره نماز تو؟ مگه ما عبادت برای خدا میکنیم؟ نه، عبادت که اصلا مگه چیزیش مگه به خدا میرسه؟ مگه شما چیزی به خدا اضافه میکنی؟ یا اگه عبادت نکنی چیزی از خدا کم میشه؟ همه این 7-8 میلیارد بشری که الان رو کره زمینه همین الان وضو بگیرن، نماز شب بخونن، یا نه بطری مشروب رو بردارن، یکی یه دونه چه میدونم یکی یه 20 لیتری مشروب برن بالا، اون نه چیزی به خدا اضافه میکنه نه این چیز از خدا کم میکنه. عبادت حرکت توه به سمت اون، از درون تو شکل میگیره، به تو چیزی اضافه میکنه نه به اون. تو عبادت یعنی چی؟ یعنی صفات الهی پیدا کن، به سمت خدا حرکت بکن. خدا که اصلا، حالا اصلا تو عصیانشو بکن، حالش نسبت به تو عوض نمیشه، چون ضرری به اون نزدی. تو همین دعای ابو حمزه میگه خدایا تو، حالا بریم جلوتر این هست، میگه خدایا تو به من گفتی اگه بنده تو به من بدی کرد من ببخشمش، با اینکه بدیش به من میرسه در ظاهر. آقا مگه خدا نگفته عفو کنید؟ مگه تو قرآن نداره عفو کنید؟ مگه نداریم صف داشته باشید نادیده بگیرید؟ امام سجاد میگه خدایا تو به من گفتی فلان بندت به من ظلم کرد که ظلمش به من میرسه، زد تو گوش، تو به من گفتی ببخش، گوشم درد گرفت، آقا صورتم سرخ شد، مالمو برد، آبرومو برد، تو به من گفتی ببخش، تو به من گفتی ببخش، در حالی که ضررش ظاهری به من رسیده، با اینکه در حقیقت عالمون به خودش ضرر زده ها، ولی در ظاهر ضررش به من رسیده. میگه تو به ما گفتی ببخش بنده ای که به ما ظلم کرده رو، در صورتی که ضررش به ما میرسه در ظاهر، اما من گناه کردم که به تو ضرر نزدم، تو میخوای منو نبخشی؟ مگه میشه خدا خودش عمل کنه ببخشش بعد خودش نبخشه؟
و اون وقت بعضیا بخشش خدا رو نفهمیدن یعنی چی، فکر کردن ما به خدا بدهکاریم، بعد خدا میگه حالا عیبی نداره دیگه، شما من اون طلبو از شما نمیگیرم. این بخشش خدا یعنی درمان، یعنی منو درمان کن، تکبر منو درمان کن، حسادت منو درمان کن، لجاجت منو درمان کن، ببخش. که مثلا اینکه مثلا من 1,000,000 به یکی بدهکارم، میگه آقا من دیگه ازت نمیگیرم، اینجوری نیست بخشش خدا، که چون تو به خدا چیزی، یعنی تو یه نقصی تو درونته. خدایا منو ببخش، یعنی منو بیدار کن، یعنی دست منو بگیر، یعنی منو هوشیار کن، یعنی چشم منو باز کن، کمکم کن، من مسیر رو بیام جبران کنم، خودم رو، نقص خودم رو جبران کنم، بدی خودم رو جبران کنم. اینا خیلی بچه ها چیزای میدونید، من نمیدونم، یا شاید من فکر میکنم چیزای ساده ایه، ولی ها خیلی ساده است، ولی یه جور دیگه گفته شده. انگار مثلا ما یه بدهی به خدا داریم، بعد خدا میگه مثلا میدونید مثل چیه، ما بچه بودیم، ما مثلا امام موسی صد درس میخوندیم، کار ندارم که ما اونجا درس خوندیم راهنمایی 3 سال، یه کلمه از موسی صد کسی چیزی به ما نگفت، اسمشو فقط رو مدرسه زده بودن که اسمش باشه ولی کسی دنبال تفکراتش نره. کلن خواستید دنبال تفکرات کسی نرن جامعه، اسمشو بذارید رو خیابونا، رو کتابخونا، رو دانشگاه ها، رو مدرسه ها، دیگه کسی نمیره سراغ آثار طرف. ما 3 سال مدرسه امام موسی صد درس خوندیم، یک بار حتی سالگرد مفقود شدنش تو مدرسه جلسه نگرفتن که یکی رو بیارن 1 ساعت راجع به آقا موسی واسه ما صحبت کنه، بگه اصلا این کی بوده که اسمش رو مدرسه ماست، فقط اسمش بود، کاری ندارم. ما اونجا بودیم، خب ما شیطون بودیم، ما فوتبال بازی میکردیم، بعدم خیلی دنبال مثلا بحث درس و این چیزا دنبال بازیمون بودیم، بچه بودیم، شلوغ بودیم. بعد معاون مدرسه آقای بیگدلی بود، خدا حفظش کنه، فکر کنم زنده است چون دیدمش یکی دوبار، خیلی آدم درجه یکی بود، ناظم مدرسه بود و مدرسه تو مشتش بود، با همه رفیق بود، با بچه ها رفیق میشد، با ما هم رفیق بود، یعنی با شر و شورای مدرسه هم رفیق بود. بعد مثلا ما شیطونی میکردیم سر کلاس، معلمه دیگه نمیتونست یه جایی تحمل کنه، ما رو مینداخت بیرون، مینداخت بیرون و پشت مثلا کلاس وای میسادیم، بعد میومد میگفت ها دوباره بیرون سید، میگفتم بابا ما یه شوخی کردیم این بهش برخورد. با ماها رفیق بود، مدرسه رو اداره میکرد با همین کارش، یعنی اگه میگفت بچه ها امروز هیچکی شلوغ نکنه، شلوغترین بچه های مدرسه شلوغ نمیکردن، دوستش داشتیم، آدم درجه یکی بلد بود کارشو دیگه، نازم بود دیگه، میخواست نظم بده، با همه رفیق بود، نظم هم برقرار میکرد. بعد میگفت 5 دقیقه وایس آروم شه، میفرستم تو کلاس. بعد مثلا 5 دقیقه میمد در میزد و آقای فلانی ایشون چرا نه آقا دیگه اینو من راش نمیدم، میگه حالا من خواهش میکنم به خاطر ما شما ایشونو را بده، شفاعت ما رو میکرد، ما میرفتیم تو. ببین شفاعت ما رو میکرد، ما رو درمان نمیکرد، ما همون بچه شیطونه بودیم که رفته بودیم بیرون، یه ذره ترسیده بودیم که عمرن نمیترسیدیم، حالا مثلا اداشو در میدیم که ترسیدیم. بعد ما رو میفرستاد تو کلاس، ما یه چند دقیقه آروم بودیم به خاطر اینکه تازه شفاعتمون رو کرده بودیم، بعد دوباره شیطنتمون گل میکرد، دست خودمون نبود. اما شفاعتی که شنیدید خدا شفاعت میکنه بنده هاشو، یعنی درمان میکنه، یعنی شیطنتشو برطرف میکنه. آقا بهشت یه جوری نیست که من متکبر رو بگن حالا این سید گناه داره، بچه بدی نیست، حالا بیاد بره تو بهشت. خب آقا من متکبر برم تو بهشت، بهشت برام جهنمه. من حسود برم تو بهشت، حسود کسیه که میگه دیگران نداشته باشم، بره تو بهشت ببین همه تو ناز و نعمتن، میتره که همه بهشت میشه واسش جهنم. شفاعت آدم حسود برای ورود به بهش اینه که درمان بشه، حسادتش از بین بره. شفاعت یعنی چی؟ یعنی درمان، یعنی هدایت. هدایت یعنی چی؟ یعنی درمان، یعنی من تکبر رو بذارم کنار، حسادت رو بذارم کنار، لجاجت رو بذارم کنار. پس اینکه خدا ما رو درمان میکنه، چجوری درمان میکنه؟ خدا ما رو میبخشه، ما رو میپذیره، یعنی ما رو درمان میکنه، یعنی به تو زمینه ایجاد میکنه واسه اینکه تکبرتو بذاری کنار. بعضا تو یه جوری میشینه که گند تکبر رو ببینی با چشات، حالت به هم بخوره. اصلا همینی که اجازه داده ما گناه کنیم یه دلیلش اینه، میگه اجازه دادم بری کثافت گناه رو ببینی، تا تهش بری بری اون لجن رو ببینی، حالت به هم بخوره، یه بار راست بگی خدا از بیخ جهنم هم باشی درت میاره. میگه والحمدلله الذی تحبب الی و هو غنی عنی، خدا اونیه که عاشق بنده هاشه بدون نیاز بهشون. آدم های خداگونه چجوری هن؟ عاشق مخلوقات خدا بدون اینکه نیازی بهشون داشته باشن، بدون اینکه طمعی حتی بهشون داشته باشن، آرزوی حتی نسبت بهشون داشته باشن، توقعی داشته باشن. شما تو قرآن بخونید همه جا انبیا اومدن گفتن لا اسالکم علیه من اجر، ما اجر ازتون نمیخوام، حتی جا میگه لا اجرم ولا شکور، تشکرم نمیخوام،
اصلا خاصیت انسان کمال یافته اینه که عاشق مخلوقات خداست، بدون اینکه ازشون توقع داشته باشه، بهشون طمع داشته باشه، حتی احتمال خیر بهشون بده. نه، اگه امام حسین به سپاه هور آب داد، آب نداد که فردا تشته شد بهش آب بدن. میدونست آب نمیدن و آب داد. نه به خودش، میدونست که به بچه هاش هم آب نمیدن و آب داد. میدونست که به بچه هاش، به دختر بچه هاش هم رحم نمی کنن و بهشون رحم کرد. میگه من رحم میکنم چون شایسته رحم کردنم. من به لیاقت تو نگاه نمی کنم که. من به حال خودم نگاه میکنم. من کرم میکنم چون لایق کرم کردنم. من به تو نگاه نمی کنم که. خدا اینجوریه، خداگونه ها هم اینجوریه. بعد میگه والحمدلله الذی یحلم عنی حتی کأنی لا ذنب لی. آقا خدا اینه. این ببین، این حرفی که امام صادق میگه، خدا یه جوری با من صبوره، انگار اصلا من گناهی نکردم. یه جوری با من برخورد میکنه که من گناهی اصلا نکردم. تو دعای افتتاح یادتونه، یا وقت براتون خوندم تو دعای، حالا دعای افتتاح منصوبه که میگن این دعا از حضرت حجت و اینا، حالا مهم مزامینشه که تمام مزامینش حضرت امیر هست و مهم اینه که این مزامین مزامینیه که تو ادعیه دیگه هم شما پیدا میکنید. توی اون دعای افتتاح از این قسمتش، اللهم ان عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي اطمعني في ان اسالك ما لا استوجبه منك. میگه انقدر منو بخشیدی، نادیده گرفتی، بی خیال شدی، من طمع کردم ازت چیزی میخوام که میدونم لیاقتشو ندارم ولی میخوام. و توی دعای دیگه امام سجاد میگه اگه بهم ندی داد میزنم، خواستم نداد. میگه اسالو که مالا استوجبهو منک، اصلا من لیاقتشو ندارم، اصلا من لیاقت این چیزی که میخوامو ندارم. یعنی چی؟ نه که دو گناه آبروشو میره، بعد ظرفیتشو نداره، خودکشی میکنه. خدا چجوری اومده مثلا؟ ببین آخه یه چیزی به شما بگم، آخه یه وقت ما فکر میکنیم خدا آبروشو برد. آخه اگه آبروش حفظ بشه میگیم کار خداست، اگه بره یعنی کار خدا نیست. نه آبروش وقتی آبروش رفته، من حرفم اینه، یه وقت شما نگاه میکنی یه کسی یه خلافی کرده و رو شده، خب آبروش تو دنیا رفته. اولا اینکه آبروی شما تو دنیا بره، این چیه؟ این چیز بدیه؟ مثلا الان اگه ظرفیت داشته باشه خوبه، میتونه راه درمان باشه. آره اگه ظرفیتش نداره. میخوای بگی یعنی نباید این اتفاق میافتاد چون ظرفیتشو نداشت، نباید آبروش میرفت. اگه خدا میتونه، خب اینم یه را این حالا خدا که میتونه، ولی تو دنیا خدا میتونه که میگه من سیستم دنیا رو یه جوری چیدم که واسه تو درمان ایجاد بکنه. خب حالا اگه همه عالم فقط دنیا باشه، این حرف تو درسته و این یه نقصیه، که اگه فقط دنیا بوده، یعنی اگه فقط قرار بود ما تو دنیا تربیت بشیم، حالا یه کسی آبروش رفته، ظرفیت هم نداشته، دست داده به خودکشی، این چه مدرسه ایه که این یارو خودکشی کرده توش و هیچی تمومم شده دیگه، اون دنیا هم که هیچ خبری نیست دیگه. اگه اینایی که فکر میکنن همه چیز فقط دنیاست، اشکال تو وارده، یعنی معلوم میشه که یه نقصی هست توی این سیستم الهی. اما داستان اینه که اصلا همه چی دنیا نیست، یعنی دنیا یه مرحله است برای تربیت انسان، عوالم دیگه ای هم وجود داره. میدونی؟ میخوام بگم اشتباه داستان اینجاست. اشتباه داستان کجاست؟ اشتباه اینجاست که بعضی ها فکر کردن همه چی تو دنیا اتفاق میفته و دنیا یه مدرسه است و وقتی ما میمیریم دیگه تربیتی در کار نیست، چی تموم میشه داستان. اشتباه آقا، اشکال میثم میدونی چیه؟ میثم میگه که یارو طرف تو دنیا آبروش میره، ظرفیتشو نره، خودکشی میکنه. خب بعد ولی اگه آبروش حفظ بشه میگیم خدا آبروش رو حفظ کرد. اولا این عبارتایی که ما به کار میبریم اشتباهه. خب یه سری قوانینی تو دنیا گذاشته شده، بازیگرش ماییم. اونی که توپو میزنه پشت دفاع آفساید میشه، خودش باعث آفساید شده، نه اونی که قانون آفسایدو گذاشته. درسته یه نفر قانون آفسایدو گذاشته، ولی بازیگر تو بودی، تو شوتو زدی. یعنی تو نه مطلق اختیار داری نه مطلق بی اختیاری، یه چیزی بین اختیار و بی اختیاریه. یعنی بازیگر تو بودی، قوانین اون گذاشته،
حالا تو این قانون یه نفر کم آورده، یه نفر تو قانون کم آورده، بیخیال شده ول کرده رفته. خب این نقصه. اگه همه اتفاقات تو دنیا قرار باشه بیفته و تربیت قرار باشه تو دنیا محقق بشه نقصه. اما اگه عوالم دیگه ای هم باشه چی؟ و قطعا انسان وقتی تا خدا بی نهایت مسیر داره در تمام عوالم در حال رشده، منتها ابزارهاش متفاوته. دنیا ابزارهای خودشو داره برای رشد و تربیت، عوالم دیگه ابزارهای خودشو داره. حالا باید بشه ذره فکر کنیم این جوابی که فی‌البداهه به ذهنم رسید، حالا میتونیم روش فکر بکنیم، بازم ببینیم چی میشه. خب میگه الحمدلله الذی یحلم عنی حتی کأنی لا ذنبلی. میگه یه جوری با من برخورد میکنه انگار اصلا من گناهی نکردم. خیلی این جذابه ها، یعنی هیچ وقت شما پروندت جلو چشمت نیست، خدا یه کاری کرده. آقا میدونید خدا میگن ستار العیوب چه اتفاقی میفته؟ این ستار العیوب بودن خدا داستانش چیه؟ اولین پرده رو چش خودت میندازه، خودت گناه خودتو نمیبینی. قربون شما. بسه. آره اوکی بس هم میخدر. ببخشید دیگه اینترنت خدافز. قربونتون برم. خدافز. قربونت برم بابایی. چی